بریم به سراغ پروژه‌ای که سفارشی بوده از در واقع وزارت نفت، یک پروژه پژوهشی به دانشگاه شهید بهشتی و در واقع موضوع حذف آلاینده‌های اکسید نیتروژن با استفاده از پلاسما هستش. برای اینکه به این عنوان پیچیده یه مقدار رنگ و بوی سادگی بدیم، می‌خواد اول با پلاسما شروع کنیم که پلاسما چیه؟ پلاسما یک گاز یونیزه شده هستش که داخلش الکترون و یون آزاد وجود داره و یک رفتار جمعی از خودش نشون میده. این گاز به حیث المجموع شبه خونسا هستش، ولی به صورت موضعی اگر اونو بررسی بکنی دارای بار هستش و رفتار عجیب و غریبی که از خودش نشون میده و گازها این رفتار رو ندارن باعث بچه تمایز این پلاسما هستش. به خاطر همین دانشمندان پلاسما رو به عنوان حالت چهارم ماده در نظر میگیرن، یعنی جامد، مایع، گاز و حالت چهارم پلاسما هست. و بالاخره این پلاسما گازه یا گاز نیست؟ ببینید، یک گاز یونیزه شده هستش که خواصش کاملا متفاوت از گاز معمولی، یعنی هستش. چیزی شبیه به ژل است. چیه چه گاز... تصویر باید داشته باشه؟ مثلا گوی های پلاسمایی رو اگه دیده باشین که شما انگشتتون رو میذارین و پلاسما متمرکز میشه، یک جان که در گوی های نوری که گوی های نوری به صورت زیاد در جامعه هستش و مردم باهاش در ارتباط هستن برای دکور و این یک مثال ساده از پلاسما هستش. لامپ مهتابی یک نوع پلاسما هستش و میشه گفت پلاسما به وفور در اطراف ما وجود داره و کاربردهای بسیار زیادی میتونه داشته باشه، چه در زمینه پزشکی، چه در صنعت و در حوزه‌های مختلف علوم. پروژه شما در واقع ما رو به آسمان پاکتر به نوعی میخواد نزدیک بکنه. یعنی درسته که سفارش از وزارت نفت اومده، ولی ظاهرا نتیجه نهایی بر روی اتوبوس‌ها قراره که اتفاق بیفته. قطعاً. ببینید، ما چند تا ایده ارائه کردیم در این زمینه. به اینا میگیم فیلترهای الکتروستاتیک پلاسمایی. هر گونه هوای آلوده ای رو شما وارد این راکتور پلاسمایی بکنید، ابتدا یک فیلتر اولیه داره، یه فیلتر اولیه که معمولا پارچه میذاریم در اینجا، ذرات درشتش رو میگیره، بعد وارد راکتور اصلی میشه. در اونجا در با برخورد پلاسما به اون ذرات اونا رو یونیزه میکنه و این ذرات در انتها جذب یک سری صفحاتی میشن که اون صفحات گرانت هستن یا پتانسیلشون صفر هستش. این ذرات که یونیزه میشن، حتی ذرات نانومتری هم در اینجا یونیزه میشن، در واقع باردار میشن و در انتها به این صفحات میچسبن. ما میتونیم این صفحات رو با استفاده از آب یا روش‌های مکانیکی تمیز بکنیم و در واقع در بین این پلاسمایی که اینجا اعمال میشه میتونه این ذرات اکسیدهای نیتروژن رو هم بشکنه، به این صورت که خود نیتروژن و اکسیژن به تنهایی آلاینده نیستن، ولی وقتی که با هم ترکیب میشن و NO و NO2 رو تشکیل میدن، اینا سم هستن، اکسیژن و نیتروژن با هم ترکیب میشن، میشه NO2. که در احتراق و در مکانهای مختلف، در نیروگاه ها، خودروها داره تولید میشه این ناکس ها که به اصطلاح نتیجه در واقع احتراق هستش. بله، نتیجه احتراق هستش. این یک سم محسوب میشه، ولی وقتی که داخل راکتور پلاسمایی وارد میشه این سم، در واقع این NO2 و NO میشکنه و تبدیل میشه به یه سری مولکول های بی خطر دیگه که محصول نهایی نیتروژن و اکسیژن و غیر زالک خواهد. یعنی یک دستگاه یونیزه کننده قرار میگیره در مسیر بین دود یا خروجی یک خودرو یا هر آلاینده‌ای با فضای بیرون، یعنی با برخورد ذرات باردار الکترون و یون با این مولکول ها اونا شکسته میشن در اثر برخورد این ذرات و در نتیجه محصول احتراق ما دیگه سمی نخواهد بود. و این در واقع یک استوانه است. چه شکلی؟ برای اینکه تجسم شبیه اگزوز در ادامه اگزوز قرار میگیره. بله، در اسکیل آزمایشگاهی ما به شکل استوانه این رو ساختیم و بازدهی 100% برای اکسیدهای نیتروژن داشتیم. یعنی ما حدود 740 PPM 640 PPM ناکس رو وارد کردیم و در خروجی با استفاده از آنالیزور گازی دیگه هیچ نوع ناکسی مشاهده نکردیم، یعنی بازده 100%. حالا اون در اسکیل آزمایشگاهی. حالا این رو اگه بخوایم اسکیل آپش بکنیم و واسه نیروگاه مثلا به کار ببریم، قطعا نیروگاه یک حجم گاز خیلی زیادی رو داره عبور میده، در نتیجه میتونیم این استوانه ها رو به تعداد زیاد در کنار همدیگه قرار بدیم و گاز این نیروگاه رو وارد این راکتور بکنیم، با برخورد پلاسما بهش پیوند رو میشکنه، پیوند رو میشکنیم. اون در واقع ان چه اتفاقی براش میفته، او براش چه اتفاقی میفته؟ در نهایت یا ان دو تولید میشه و یا او دو. حالا در بین این بر حسب نوع پلاسمای ما و بر حسب موادی که در اونجا، مواد دیگری که وجود داره،
میتونه مولکول‌های دیگری هم تشکیل بشه که یک شیمی خیلی پیچیده‌ای داره. و وقتی که ما راجع به اتومبیل‌ها و خروجیشون صحبت می‌کنیم و آلایندگیشون، همیشه راجع به CO2 صحبت میشه. الان شما دارید راجع به NO2 صحبت می‌کنید که ظاهراً یک مورد دیگه از آلودگی هستش. آیا برای CO2 هم میشه همین کارو کرد؟ یعنی در همین در واقع فیلتری که شما اشاره می‌کنید بیاد عبور بکنه؟ قطعاً این پلاسما روی CO2 SO2 و سایر آلاینده ها هم تاثیرگذار هست، ولی ما تمرکزمون در واقع روی اکسیدهای نیتروژن بوده، چون که سمیت این اکسیدها بیشتر از CO2 هستش. ولی خب الان چالش های اساسی بیشتر راجع به CO2 هست و همه دنیا دارن راجع به اون صحبت میکنن، هم به دلیل آلودگی عمومی که ایجاد میکنه و سمی بودنش، و هم در به خاطر در واقع بحث گرمایش جهانی. شاید این در واقع اینجوری نمیدونم اولویتی برای شما نیست، یعنی منظورم که آیا این محدودیت CO2 رو نمیشه پیوندش رو شکست، فقط NO2 رو میشه؟ قطعا تاثیر میشکنه اون رو، ولی میگم ما آنالیزی نکردیم در اون ببینیم چه تاثیری گذاشته روشون. ولی اینجور که من در گزارش‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می‌دیدم، می‌گفتن که عمده‌ترین عامل اصلی در واقع اصلی‌ترین آلودگی شهر تهران ذرات معلق هستش. این سیستم می‌تونه ذرات معلق رو هم حذف بکنه، در واقع جذب بکنه به الکترودها، و با تمیز کردن الکترودها در واقع می‌تونیم ما این آلاینده ها رو از محیط اطرافمون پاک بکنیم. شما به اینم میگید اختراع، یعنی میگید که در واقع یک دستگاه یا یک فیلتر اختراع کردی؟ برای این یک نوع اختراع میتونه محسوب بشه. البته ما اولین نیستیم، در دنیا این رو انجام دادن، در کشورهای مختلف اروپایی، در کشورهای آسیایی و در کشورهای ژاپن و چین این رو به صورت پایلوت روی یک نیروگاه نصب کردن و نتیجهش کاملا مثبت بوده و خوب بوده نتیجهش. و تو ایران چطور شما در واقع وارد فاز تست عملی نشدید؟ یعنی از آزمایشگاه بیرون بیارید؟ چرا، با ارگان‌های خیلی زیادی رفتیم صحبت کردیم، با نیروگاه‌های مختلف صحبت کردیم. ولی چون این نیروگاه‌ها اکثرا خصوصی هستن، وقتی که میان وارد بحث میشن و هزینه ها رو میبینن، مغروم به صرفه میگن نیستش و... یا بعضیش میگن مغروم به صرفه نیست. اونایی هم که حاضرن بیان با ما همکاری بکنن میگن ما اعتماد نداریم به شما، چون که شما تا حالا به صورت عملی این رو انجام ندادید. شما دانشگاه مگه نیستید؟ اینو نمیشه مثلا روی اتوبوس رانی در واحد اتوبوس رانی مثلا تست بکنید؟ چرا، ما یک پروژه‌ای در واقع میخوایم تعریف بکنیم در این زمینه که یک راکتوری بسازیم روی یکی از اتوبوس ها یا خودروی آلاینده این رو نصب بکنیم و عملا این رو نشون بدیم که این تاثیرگذار هستش. شاید اونا اعتماد نمی کنن به خاطر اینکه ما یک مقاله ای دادیم یا یک پروژه‌ای که گزارشش رو میدیم، شاید اینجوری قبول نمی کنن چون هزینه بالایی داره. ولی من از مسئولین محترم مثلا وزارت نیرو یا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری خواهش می کنم که بیان مثلا حمایت بکنن از ما که ما بتونیم این رو به صورت پایلوت روی یک نیروگاه نصب بکنیم. و به ذرس قاطع میگم که قطعا این روش مؤثر خواهد بود در حذف آلاینده. بسیار خوب، این خبر خیلی خوبیه و چه جایی بهتر از اینجا برای اینکه این دعوت عمومی رو بکنید. اگر در واقع این اتصال و این اتفاق افتاده شد و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری پیغام مثبتی دادن به شما، خیلی خوشحال میشیم که به ما خبر بدید، همینجا اعلام بکنیم، یا نهادها یا ارگان های دیگه، شهرداری هم که فکر کنم یکی از جاییه که بتونه به شما کمک بکنه، و امیدوارم که این اتفاق بیفته. خبر خوب در این اتفاق اینه که مراجعه از یا سفارش در واقع پژوهش از وزارت نفت به یک دانشگاه اتفاق افتاده، در کنار اینکه دوستان در دانشگاه کار موفقیت‌آمیزی یا مسیر پژوهشی موفقیت‌آمیزی رو طی کردن، اینکه از ناحیه در واقع یک وزارتخونه یک نیاز اعلام میشه به دانشگاه، این همون بحثی است که بسیار راجبش صحبت میشه، بحث رابطه بین دانشگاه و صنعت. و خبر خوب همین هست که این ارتباط و این اتصال ایجاد شده. سپاسگزارم از شما آقای رضایی که در چرخ امشب با ما بودید. آخر هفته بسیار خوب و دلپذیری رو برای شما آرزو میکنم. شنبه شب با بخش ها و بحث های جدیدی در چرخ به سراغ شما خواهیم اومد و به منزل های شما. سپاسگزارم که با ما بودید و جهان بی چرخ بی معناست. روز و روزگار بر شما خوش.